بریم برای اجرای بعدی فینال. پیمان ابراهیمی از اصفهان، 28 ساله. سلام سلام. خیلی متشکرم. سلام سلام. باش بریم آنجا. متشکرم. خیلی مخلصی. سلام. سلام آقا. خیلی مخلصیم همگی. آقا ما بابا و مامانی من همیشه از بچگی منا با همه بچه فامیل مقایسه میکردم. مثلا میگفتن نگاه کن بچه فامیلا، نگاه کن این یاد بگی، این یکیشا نگاه کن این یاد بگی، اینا نگاه کن نصفی توه، اونا نگاه کن نصفی توه. گفتم اشکال نداره، بالاخره منم یه جایی میرسه که خودم نشون میدم و به همه ثابت مونم که منم میتونم. و اومدم عصر جدید و الان فینالی عصر جدیدم با 5 تا فینالیست دیگه که همه نصفی منن. راست میگه. چرا آقای علی خانی همه نصفی منن؟ پیرمردی لا اینا. چرا همیشه همه نصفی منن؟ من هیچ وقت نصفی کسی نیستم. برای اینکه اهل نصف جهانی. دمه دیگه. به دست افتخارات. یعنی حتی آبجی من که به دنیا اومد با آنگو بیا اینم که نصفی توه. گفتم خواه این تازه به دنیا اومده دو برا بریم اگه نمیشه. بعد این به دنیا که اومده با آبجی مثلا مرکز توجه شو همه توجه رفته بود سمتی اون، اینا خیلی بهش بها میدادن. مثلا آجیم انواعی کلاس زبان ها رو میرفت، بعد فقط یک کلمه هم بلد بود، ولی مامانم اینه هی معرفیش میکرد تو جمع ها. مثلا هم میگو بیا مامان بیا قشنگ کلمه انگلیسی یاده برای همه بگو همه ببینن. بعد اینم لوس میگفت آرنج، بعد گفتم آرنج که فارسیه، الهی قربونش برم آرنج ها میگه به چم پرتقال منظور شه. بعد من خودم خود جوش رفته بودم عربیات گرفته بودم از تو اینترنت، بعد ذوقش داشتم. تو خیابون گفتم ای ماما این ماشینه که داره میره پشتش عربی نوشته. گفت چی نوشته؟ گفتم نوشته و انت تلفنی حبیبی، یعنی و تو به من تلفن کن عشقم، شمارش هم زیرش نوشته. گفت خواهد تو سرت وانه تلفن یه حبیبیه و انت تلفنی. خیلی به آبجیم بها میدادن. وان تلفنی حبیبی. وان تلفنی حبیبی. تو میخوندی چی؟ و انت تلفنی حبیبی. بعد خیلی به آبجیم بها میدادن. مثلا این کوچیک بود داشتیم تو خیابون میرفتیم خردزیمی. بابام بلندش کرد خاکی لباسش تکوندن گفتن عزیزم اشکال نداره. مامانم گفت دست دستی دست دستی. بابام گفت بستنی بستنی. گفتم چرا جشن میگیرین یه بچه خورده زمین؟ بعد من کوچیک بودم خوردم زمین، تازه نخوردم زمین میخواستم بخورم زمین، بابام تو هوا گرفتم گفت برچه چی میخواستی بخوری زمین؟ گفتم فکر کنم به خاطر جازه به زمینه. تو میگه نمیدونی ما نمیتونیم بخوریم زمین، ما تو اون دوره توانایی مالی خورد زمین هم نداشتیم. بعد این آجیم خیلی لوس شده بود با این رفتارا بابام مامانم. مثلا یه دفعه منا بابام تو پس رای نشسته بودیم، یه آجی من تو اتاق میخواست بیاد بیرون، هم که اومد بیرون کلش یه خود تو چارچوب در با دنبال من میگشت. بابام گفت برد چی اینجوری میکنی به چرا؟ گفتم من اینجا پیش تو نشستم. گفت میدونم نگاش کردی؟ گفت نگام کن. گو نگاش کردی؟ گو نگام کرد. گو هولش کردی؟ گفت حالم کرد. گفتم چرا حب تو دهنش میذاری؟ گو چرا تو باعث شدی الهاز فیزیولوژیکی بدنش به هم بیرزه که نتونه نیروی گریز از مرکز رو کنترل کنه؟ گو نه. بعد بابام دنبال تایید میگشت، نگاه به آقا جونم که گو مگه نه آقا جون. گو چی چی؟ آقا جونم که یادتونه همشه با دستون دهنو. گو میگه نه آقا جون. گو چی چی؟ گو میگه این باعث نشد که لحاظ فیزیولوژیکی این بچه به هم بریزه که نتونه نیروی گریز از مرکزات کنترل کنه. اینقدر جمله سنگین بود که از آقا جونم رنگش پرید. گفت آقا جونم سو. <تص->
حالا همه این بی توجه یا به ما بود ما به سنی بلوغ رسیدم بی توجه یا دو برابر شو اصلا بابا ما نمیتونست منا به عنوان یادم بالغ تو خونش ببینه از رو مخش بودم مثلا هی نگاه میکرد با هم حرف میزدیم میگو پیمان صداده برای من کلوف نکن گفتم از صدا ما برای تو کلوف نکردم صدا ما برای همه کلوف شده گفت پیمان برای شا سیبیل تو چشم من نگاه نکن برای من قد درازی نکن گفتم میگن جلو بابت پاده دراز نکن چیکار به قدم داری گفت برو پایین چرا همه عوامل بلوغا داشتی تو من میکشتی بعد تو اون دوران بابام خیلی رو من حساس شده بود مثلا میمت یه اومد مثلا یه روز ساعتی یا از زمانی من خواب بیدار شدم بعد گفتم که صبحونه چی داریم بعد بابام گفت صبحونه ساعت 7 داریم تموم شد گفتم یعنی چه میگه هتله گفت یه هتل نبود که آقا ساعت 11 زمانی می زور بیدار میشه یه جمله مامانا هم هستا تو اون سن خیلی رو من حساس شده بود بابام بعد مثلا بهونه گیر شده بود مثلا یه دفعه من کارت ملی ما گم کردم بعد داشتم به مامانم گفتم گفتم مامان یواشکی هم گفتم گفتم مامان نمیدونم چرا کارت ملی ما گم کردم یهو بابام شنی گفت وا اسفا وا حیرتا وا مصیبتا تخمات چه شکل سلطانا تو فیلم آزده و بیرون و شکلی نوچا در بار شده بودم گفتم هاشا پاشا پیدا میشه سربارم چه اینجوری میکنی گفت تو کی؟ تو اصلا هویت نداری؟ تو کی؟ تو خون؟ کارت ملی آدم یعنی هویت آدم تو اصلا کی؟ اسمت چیه؟ تو نقشه قرب شده بوده گفت تو اصلا کی؟ اسمت چیه؟ گفتم پیمان گروه برگه و مدرک با من صحبت کن گفتم یعنی چه؟ مامان چرا اینجوری میکنه؟ گفت بخیه بقل زمم بیا این برای بقل زمم بعد گفتم اصلا کارت ملی خودت کو؟ گفت دارن دادم درست کنن میاد گفتم با برگه و مدرک با من صحبت کن بیا این برای بقل مامان من بیا این برای بقل مامان من مامانم گفت وای خاک بسنم شما دوتا توی خونه چکا میکنیم به خاطر یه کارت ملی داشت بنیادی خانواده اونا هم میپاشون بعد تو این دوران مامانم گفت فایده نداره پیمان اینجوری این وضعیت خیلی بده میخوای اصلا اخونه برو بابا خیلی رو تحساس شده برو گفتم باشه وسایل ما جمع کنم میرم بابا هم دید واقعا انگار دارم میرم خیلی دیگه ترسیده بود که یخ من نرم دلش نمیخواست ما برم رفته بود سراغ آقا جونم گفته آقا جون پیمان داره میره بیا یه جور هرج خودت میدونی غیر مستقیم یه کار بکن که این نره فقط نفهمه که من اومدم به تو گفتم آقا جون منم عاشق ماجراجوییه گفته بود پس غیر مستقیم ها گفته باره گفته بود یعنی تو این ز نیمده گفته باری کلا همینا میخوام ازت گفته بود یعنی سر زده بیام خونه دون گفته باری کلا آره گفته بود یعنی پیمانه وجود نداره پیمان برا من مرد دیگه تا این ها میخوایم نصیحتش کنی گفته بود پما میام ولی تا یه دو ساعت لالمونی میگیرم هیچی نمیگم بعدی دو ساعت آروم آروم میریم تو بس که کسی شک نکنه گفتیم گفته او همین ازت میخوام و ما تو خونه بودیم یادیم یکی درزه دیدیم آقا جونه گفت پیمان کجاست همون اول کارا خراب مامانم گفت چی کارش داری گفت کارش دارم گفت چه کاری گفت غیر مستقیم گو میشه به ما بگی گو نه غیر مستقیمه بابام گفت آقا چون اینقدر نگو غیر مستقیم گینا دارن شک میکنن بعد اون میگو کوش گو مامانم گو تو اتاقه در اتاقه واکه گو پیمان بابا آقا داره دق میکنه این خونه نرو همالا خونه ما بو عشقش باشید به دیوار پیمان بابا ایران ترک نکن اصلا ایران ها نمیخواستم ترک کنم چرا اینجوری میکنی؟ اصلا آقا جون من یه شخصیتی عجیب غریبی داره حالا که بحث شو یه چند تا مثال بزنم که خوب متوجهشین خیلی قلوب میکنه یعنی با بزرگه آره خیلی قلوب میکنه عادتشه مثلا من یه دفعه من رفتم خونشون یه روزنامه دستم بود بعد گفتم آقا جون یه چیز جالب تو این روزنامه زده که یه شیر یه آهو میبینه ولی شکارش نمیکنه نمیخوردش گفت خیلی جالبه بذار ببینم یه عکس سیاه و سفیدم بود گفت اون شیره گفتم آره گفت اونم آهوه گفتم آره گفت خیلی جالب بود
یعنی خوشش اومد این داستان. من رفتم خونمون، هفته ای برش اومدم خونشون. آقا جونم یادش نبود که من خودم این روزنامه رو بهش نشون دادم. یه ها گفت پیش پشت تو زدم راز بقا. یه شیر گشنه داشت تو زنگل میرفت. از گشنگی تموم این دنداش زده بود بیرون. حالا خودم این روزنامه رو نشون داده بودم. گفت شانسکی شانسکی یه آهو دید. شیر بود و آهو بود و شیر بود و آهو بود و چنگ مینداخت به پاش که بگیردش، آهو لغت میزد نمیذاش. اومد بخوردش. یک لحظه آهو سرش برگردون، هیچ وقت تو زندگیت به عقب برنگرد. اومد بخوردش، گردنش گرفت زدش رو زمین. اومد بخورد، دید شکمش میلوله. شیر شک کرد. شیر شک کرد با این احتمالا حامله. گوین احتمالاً حامله است. یه جور که به بچش آسیب نزنم با یه ناخون بندازم ببینم حامله است یا نه. ناخون انداخت به شکمش، دید بله حامله است. دوغلی خیلی شیر ناراحت شد، گفت عجب کاری کردم، خاکی قبرستون میخوردم و با این آهوها به چشین کارا نیم کردم. مگه دنیا چقدر ارزش داره؟ گفت طوری نیم، مادرشون رو کشتم بچه هاش خودم بزرگ میکنم. مگه بچه آهو با بچه خودم چه فرق میکنه؟ رو چشه هم میذارم. اومد بچه ها رو وردش، بچه ها پنج ماه به دنیا آمدن نارس مرده بودن، فایده نداشتن. خیلی شیر ناراحت شد، رفت دور جنگل. یه تا شیر فقط تو جنگل سیگار نکشیده بود. گفت خیلی شیر ناراحت شد، رفت یه گوشه جنگل سشاش پیلی پیلایی رفت، رفت سرشو گذاشت روی تخت سنگ و شیر جا به جا مفت. جا به جا مفت. آقا چون خودم تو روزنامه نشونه دادم اینا رو. این اجرارات میخوام تقدیم کنم به آقا جونم. آقا جون خیلی دوستت دارم، میدونم که پا درد میکن نتونستی بیای و جاد اینجا خیلی خالیه. میخوام تقدیم کنم به همه پدر بزرگا مادر بزرگای ایران که برکت خونه هامونن. مرسی. برای شما گرم. باری کرد باری عالی باری کرد. Very chill, very chill.